سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 11 ماه سنباله سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 2 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. تأکید مقام های بلندپایه افغانستان، تاجکستان، روسیه و پاکستان بر بهبود روابط میان کشورهای منطقه. گفته های فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان درباره ناتوان شدن طالبان و اخراج سفیر اسرائیل از ترکیه. سید سیاوش زیمنی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نشست چهار جانبه میان افغانستان، تاجکستان، پاکستان و روسیه امروز در دوشنبه پایتخت تاجکستان آغاز شد. در این نشست رئیسان جمهوری این کشورها بر بهبود روابط میان کشورهای منطقه و مبارزه با هراس افغانی گفتگو کردند. در این حال رئیس جمهور پاکستان در این نشست یک بار دیگر بر همکاری کشورش در کار گفتگو با طالبان تاکید ورزید. مبارزه با هراس افغانی، توسعه همکاری های اقتصادی میان افغانستان، تاجکستان، روسیه و پاکستان و نیز چگونگی جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از موضوعات کلیدی نشست چهار جانبه میان افغانستان، تاجکستان، روسیه و پاکستان گفته شده است. در این حال رئیس جمهور کرزی در این نشست بر ریشه‌کن ساختن هراس افغانی در منطقه تاکید می‌ورزد و هراس افغانی را هشدار جدی برای صلح و ثبات منطقه می‌گوید. از سوی هم آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بر همکاری کشورش در کار گفتگو با طالبان خبر می‌دهد. پاکستان متعهد است تا در کار مبارزه با هراس افغانی به گونه جدی همکاری کند و نیز از روند صلح دولت افغانستان با شورشیان پشتیبانی می‌کند. از سوی هم در این نشست روسیه بر مبارزه منطقه‌ای در برابر قاچاق مواد مخدر تاکید می‌ورزد. قاچاق مواد مخدر یکی از موضوعات مهم مورد بحث در نشست تاجکستان است. در این حال رئیس جمهور تاجکستان نیز بر ادامه همکاری های کشورش با افغانستان سخن میگوید. تاجکستان مخلصانه و بدون هیچ هدف سیاسی با برادران افغان خیش همکاری و کمک میکنند. نشست چهار جانبه کشورهای منطقه‌ای به ابتکار رئیس جمهور تاجکستان برای انداخته شده است و این سومین نشست است که در شهر دوشنبه برگزار میشود. شورشیان با گذشت هر روز بخش‌های زیادی را در افغانستان از دست می‌دهند. جنرال جان آلن فرمانده تازه کل نیروهای خارجی در افغانستان با ابراز این مطلب می‌گوید که طالبان از همین رو دست به انجام حمله‌های بزرگ می‌زنند تا از این راه توجه دیگران را به خودشان جلب کنند. در این حال جان آلن می‌افزاید که آنان برای بیرون شدن از افغانستان عجله ندارند و تا هنگامی در اینجا باقی خواهند ماند که مطمئن شوند نیروهای افغان از نگاه عملیاتی و اداری آماده هستند. جنرال جان آلن فرمانده تازه کل نیروهای خارجی در افغانستان در سفری که به ولایت هلمند داشت از دستاوردها سخن میگوید و بر ناتوان شدن طالبان تاکید میورزد. شورشیان از راههای گوناگون از جمله از طریق عملیات‌های ضد هراس افغانی، بهبود حکومتداری و فرصت‌های اقتصادی، افزایش پلیس محلی، استقرار مجدد بسیاری از شورشیان که دست از جنگ برداشتند تا دوباره به جامعه‌شان یک جا شوند. همین علت است که شورشیان اکنون دست بر انجام حمله‌های بزرگ می‌زنند، زیرا آنان با دشواری‌های زیاد روبرو هستند. شورشیان با گذشت هر روز بخش‌های زیادی را از دست می‌دهند و از همین رو دست به انجام حمله‌های بزرگ می‌زنند تا از این طریق توجه دیگران را به خودشان جلب نمایند. از سوی هم آقای آلن میگوید از زمانی که فرماندهی کل نیروهای خارجی را در افغانستان بر عهده گرفته است از فرماندهان خارجی و افغان خواسته است تا چهار اولویت کاری را روی دست گیرند. نخستین اولویت به کارگیری تمامی نیروهای جنگی که ما داریم و تا هنگامی که این نیروها را در اختیار داشته باشیم. افزایش فشار بالای دشمن تا اندازه‌ای که می‌توانیم فشار وارد می‌نماییم. اولویت دوم این است که تا اندازه‌ای که امکان دارد اردوی ملی افغانستان را آماده بسازیم. تا اندازه‌ای که ما با آنان همکار شویم و از آنان را برای گرفتن رهبری مسئولیت‌های امنیتی پایدارتر بسازیم. و اینکه آنان در نهایت تا سال 2014 میلادی به گونه‌ای منظم رهبری امنیت را بر عهده بگیرند. که من فکر میکنم که آنان این کار را خواهند کرد. اولویت سوم این است که با استفاده از ظرفیت های نیروهای ISAF و پشتیبانی آنان از روند انتقال حمایت شود. و اولویت چهارم و آخرین این است که با گذشت زمان باید انعطاف پذیر باشیم.
این جنرال 4 ستاره آمریکایی میگوید که آنان برای بیرون شدن از افغانستان عجله ندارند. روند انتقال به پیروزی نزدیک است. همچنان که این روند ادامه می‌یابد و مردم افغانستان روشن‌تر خواهد شد که گسترش امنیت در بیشتر بخش‌های افغانستان، بهبود حکومتداری خوب و رشد اقتصادی نیز در آستانه پیروزی قرار دارند. به هر صورت ایالات متحده آمریکا در یک سطح دوجانبه در حال گفتگو با افغان‌ها هستند که روابط راهبردی در از مدت داشته باشد. از این رو آنها از افغان‌هایی که از بیرون شدن ما نگران هستند، آنان باید از این کار جرأت بگیرند که با بستن روابط راهبردی در از مدت افغانستان با ایالات متحده آمریکا و ناتو، آنان باید احساس آرامش کنند و امیدواری های زیاد داشته باشند. در همین حال فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان درباره چندین حمله که از زمان واگذاری امنیت شهر لشکرگاه تا کنون در این شهر انجام شده است میگوید دشمن تلاش دارد تا باشندگان آنجا را بیروحیه بسازند و چنین وانمود نمایند که سرانجام آنان بر اوضاع امنیتی حاکمیت دارند و حکومت چنین کار کرده نمیتواند. اما یک بار دیگر همین حکومت لشکرگاه در هلمند به خوبی توانستند امنیت را در این شهر تامین نمایند. شماره از شرکت‌های گردشگری از وجود فساد گسترده در وزارت ارشاد حج و اوقاف شکایت دارند. مسئولان این شرکت‌ها می‌گویند که هر سال در پروسه حج، شمار از مسئولان بلندپایه وزارت ارشاد حج و اوقاف به رشوه‌ستانی و دستبرد متهم می‌شوند، اما رهبری این وزارت با بی‌تفاوتی تمام از وجود این همه فساد به سادگی می‌گذرد. هرچند وزارت ارشاد و حج و اوقاف وجود فساد اداری را در این وزارت رد نمی‌کند، اما می‌گوید که به سبب بودن افراد فاسد نمی‌توان به تمام وزارت نسبت داده شود. با باور آگاهان چگونگی مبارزه با فساد اداری و کوتاهی در کار به دادگاه کشانیدن فساد پیشگان از سوی دولت، همواره انتقادهای شهروندان و جامعه جهانی را به بار آورده است. در همین حال شمار از مسئولان شرکت‌های گردشگری میگویند اسناد وجود دارند که نشان می‌دهد گذشته از این که فساد اداری و رشوه‌ستانی در وزارت ارشاد حج و اوقاف به بلندترین حدش رسیده است، بل رهبری این وزارت نیز افراد فاسد را در این وزارت به گونه جدی حمایت می‌کند. آنان میگویند علت که امسال شرکت های گردشگری در پروسه حج سهیم نشدند، پرده پوشی بر کارهای خلاف در این وزارت در پروسه حج هر سال و حتی امسال است. په یو پروسه کې یده تقریبا 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون ډالر اختلاس لري. خپل وزارت هغه څنګه د خپل خولې مړی وخت بل چاته ورکي؟ دا دولت د اجار ولې په څنګه ټینګ نیولې دي؟ ولې سکتور خصوصي ته نه ورکي؟ ټول جهان پښتنه وکي، تاسو معلومات وکي، پاکستان، ایران، ترکیه نه ټول نړۍ سکتور خصوصي ته اجازه سپارلي، عمره سپارلي، د حکومت ولې نیولې ده؟ اما وزارت ارشاد حج و اوقاف عملکرد افراد فاسد را در این وزارت زیان برای وزارت نمی‌داند و بر جلوگیری از دستبرد در پروسه حج تاکید می‌کند. که په چابند کوم اتهام وی دی غوی په مورد باندې د افغانستان د اسلامي دولت په چوکاټ کې عدلی ارګانونه موجود دي او هغه کولای شي چې په یو څوک ورته مورد دی تعقیب وي در افغانستان با افغانستان که بوسی. از سوی هم اداره عالی نظارت بر تطبیق راهبرد مبارزه با فساد اداری میگوید در صورت دریافت اسناد موثق درباره وجود فساد در این وزارت، این نهاد به بررسی جدی خواهد پرداخت. شما یک دفعه سند بر ما بیارین بگین از فلانی وزیر یا از فلانی والی، اگر بازو تعقیب نشد از ما بپرسین. ما جدیستیم به مسئله، بسیار جدیستیم. این نخستین بار نیست که از وجود فساد اداری به گونه گسترده در این وزارت سخن گفته می شود. پیش از این نیز محمد صدیق چکری وزیر پیشین این وزارت به فساد اداری متهم شده است که اکنون وی به بیرون از کشور فرار کرده است و پرونده آن در لوی سارنولی وجود دارد. به باور شماره از مردم با توجه به مسئولیت های امور دینی و مذهبی وزارت ارشاد حج و اوقاف، این وزارت باید از وجود فساد اداری پاک باشد. تلاش ها برای پرداختن جبران خساره به بازماندگان 74 افغان که 2 سال پیش در بمباردمان تانکرهای تیل در کندوز از سوی نیروهای آلمانی کشته شدند به شدت ادامه دارند. یک وکیل مدافع افغانی الاصل آلمانی هفته آینده در یک دادگاه در آلمان برای جبران خساره این غیر نظامیان که در کندوز کشته شدند اقامه دعوا می کند. این وکیل مدافع که کریم پوپال نام دارد میگوید که بازماندگان این کشته شدگان در برابر هر یک از این کشته شدگان 23 هزار یورو از حکومت آلمان به دست خواهند آورد.
یکی از تانکرهای نفت که دو سال پیش از سوی نیروهای هوایی آلمان در کندز هدف قرار گرفت و در این رویداد 74 غیر نظامی کشته شدند، وکیل مدافع بازماندگان این رویداد در یک محکمه در آلمان برای جبران خساره به بازماندگان این کشته شدگان اقامه دعوا می کند. این وکیل مدافع افغانی الاصل آلمانی که کریم پوپل نام دارد و در برلین بسر می برد، از تلاشا برای گرفتن جبران خساره از حکومت آلمان برای بازماندگان قربانیان این رویداد سخن می زند. در هفته آینده در محکمه شهر بن اقامه دعوا خواهم کرد، زیرا مرکز وزارت دفاع آلمان در همین شهر است. موکلین من در برابر هر یک از کشته شدگان 23 هزار یورو به دست خواهند آورد. یک عضو مشهور حزب سبزها در پارلمان آلمان که مخالف سرسخت حضور نیروهای آلمانی در افغانستان است نیز از این درخواست وکیل مدافع این قربانیان پشتیبانی می کند. از این درخواست کریم پوپل حمایت می کنم، اما این قضیه پر چالش خواهد بود، زیرا تشخیص و ثبوت وابستگان قربانیان کار آسان نیست. کریم پوپل وکیل مدافع این بازماندگان دگروال کلین را که در آن زمان فرمانده نیروهای آلمانی در کندز بود به بی‌توجهی در وظیفه‌اش متهم می کند و نیز می گوید که حکومت آلمان برای خانواده های زخمیان این رویداد خساره مکمل نپرداخته است. جورد کلین که در آن هنگام فرمانده نیروهای آلمانی در ولایت کندز بود، بر روز 4 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی بر دو تانکر نفت که از سوی طالبان ربوده شده بودند دستور بمباردمان را صادر کرد. در آن هنگام طالبان این تانکرهای ربوده شده را در یک روستا توقف داده بودند و شماری از غیر نظامیان به دور این تانکرها گرد آمده بودند و نفت می گرفتند. در همان وقت نیروهای آلمانی این تانکرها را هدف بمباردمان قرار دادند. گزارش های وجود دارند که در این رویداد نزدیک به 100 غیر نظامی کشته شدند. در حالی که حکومت برای فروش چوب های چارتراش کنر نهمات این کرده بود، اما تا کنون تنها 2 میلیون متر فوت مکعب چوب به فروش رسیده است. مقام های ولایت کنر می گویند که از فروش این چوب ها تنها 5 میلیون افغانی عاید به دست آمده است. این مقام ها می افزند که نزدیک به 6 میلیون فوت مکعب چوب انوز هم در کنر مانده است که با گذشته هر روز این چوب ها پوسیده می شوند. در حالی که حکومت افغانستان برای انتقال و فروش چوب های چارتراش کنر 9 ماه تعیین کرده بود و تاکید شده بود که در این مدت باید تمامی چوب های چارتراش از ولایت کنر بیرون شده و به فروش برسند، اما والی کنر می گوید که در این مدت تنها 2 میلیون فوت مکعب چوب فروخته شده است و بس. تقریبا در 9 میاشت و په دوران که 2 میلیون فوت مکعب لرگی در کنر ولایت نه ووتل، او دغه په مقابل کې زمونږ ته د 15 میلیونو په شاوخوا کې عواید لاسته راغله، چې دا زمونږ لپاره یو ډیر ښه چانس شو. هغه دا چې دغه لرګي ورځ ورځ خرابېده. ولی کنر می افزاید که نزدیک به 6 میلیون فوت مکعب چوب هنوز هم در کنر به فروش نرسیده است که با گذشت هر روز این چوب ها پوسیده شده و از میان خواهند رفت. که دغه لرګي ټول د کنر نه وویستل شي او مارکیټ بیخي پاک شي، نو په هغه صورت کې به موږ هیڅکله هیچ چاته اجازه ورنه کړو چې لرګي راوړي، او که بیا مارکیټ ته راغله نو دا معنا ورکوي چې دا تازه قطع کیږي. کنر یکی از ولایت های شرقی کشور است که با پاکستان مرز مشترک دارد. کنر دارای جنگلات زیادی است و گزارش های وجود دارد که برخی از مردم به گونه غیر قانونی به قطع جنگلات در این ولایت می پردازند و چوب های به دست آمده از این جنگلات را به گونه غیر قانونی به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان انتقال داده و به فروش می رسانند. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی از کارهای مقدماتی 8 پروژه در بخش آبداد و بناهای تاریخی این ولایت خبر می‌دهد. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی با ابراز این مطلب می‌گوید این 8 بنای تاریخی شامل دوباب مسجد که یادگار عصر غزنویانند و در داخل قلعه قدیمی غزنین موقع دارند، دو منار تاریخی و 4 زیارتگاه تاریخی دیگر می‌باشند که بررسی‌های ابتدایی این پروژه‌ها آغاز شده است و قرار است که در هفته آینده مرحله اول کارهای عملیان آغاز شود. رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید در راستای آماده‌سازی شهر غزنی برای استقبال سال 2013، وزارت اطلاعات و فرهنگ 42 پروژه را زیر پوشش دارد.
که از آن جمله 36 پروژه مربوط ترمیم بناهای تاریخی این ولایت می باشد. او می افزد که از جوزای سال گذشته کار ترمیم بناهای تاریخی به صورت عملی آغاز شد که در گام نخست 10 بنای تاریخی در نظر گرفته شد و از این جمله تا به حال کار ترمیم 4 بنای تاریخی تکمیل شده است و 6 بنای تاریخی دیگر تا هنوز زیر کار قرار دارد. در پروژه های 42 گانه‌ای که ما داریم در بخش وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آمادگی سال 2036 پروژه ارتباط میگیره به بازسازی و مرمتکاری آبده های تاریخی غزنه که در این 36 پروژه یک درمسال هم که به نام درمسال بابا نندالجی هست در شهر کنم موقعیت داره و از قدمت تاریخی برخوردار هست. این هم پروژه جریان هست. در همین حال رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنه میگوید هزینه تمام این پروژه ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت می شود و این وزارت بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی را برای این پروژه ها اختصاص داده است. این در حال است که چند پیش شمار از فرهنگان غزنی کارهای انجام شده را مورد انتقاد قرار داده و گفته بودند که کارهای انجام شده غیر معیاری می باشد. اما رئیس اطلاعات و فرهنگ غزنی ضمن رد ادعای فرهنگان این ولایت می گوید که کارهای انجام شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ معیاری بوده و گروه انجینران که این پروژه ها را تطبیق می کنند متخصص می باشند. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. ترکیه سفیر اسرائیل را از این کشور اخراج کرد. وزیر خارجه ترکیه می گوید که این کار به خاطر پوزش نخواستن اسرائیل از حمله مرگبار سال گذشته این کشور بر یک کشتی مدرسان به غزه انجام شده است. در این حال یک هیئت سازمان ملل متحد محاصره دریای غزه را قانونی اما حمله مرگبار سال گذشته نیروهای اسرائیلی را بر یک کشتی مدرسان به غزه غیر منطقی می داند. در حالی که از حمله نیروهای اسرائیلی بر یک کشتی مددرسان به غزه نزدیک به 1.5 سال می گذرد و حکومت ترکیه چندین بار از اسرائیل خواسته است تا از این حمله مرگبارش پوزش بخواهد، اما مقامهای بلندپایه اسرائیلی تا کنون به این درخواست مقامهای بلندپایه ترکیه پاسخ مثبت نداده اند. از همین رو به تازگی احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه افزون بر این که از اخراج دیپلمات‌های اسرائیلی از این کشور خبر می دهد می گوید که انقره تمامی همکاری های نظامی میش را با حکومت اسرائیل به حالت تعلیق درآورده است. در همین حال در تازه ترین گزارش یک هیئت سازمان ملل متحد آمده است که محاصره دریایی غزه از سوی اسرائیل قانونی است، اما در این گزارش حمله سال گذشته نیروهای اسرائیلی بر یک کشتی مددرسان به غزه خشونت بار گفته شده است. حمله نیروهای اسرائیلی در 31 ماه مارچ سال گذشته میلادی بر یک کشتی مددرسان به غزه با کشته شدن 9 شهروند ترکیه انجامید و این حمله تنها با واکنش تند حکومت ترکیه بل محکومیت های جهانی را نیز به همراه داشت. اکنون توجه کنید به چند گزارش کوتاه از جهان. شمار تلفات تندبادها و بارانهای شدید در ایالت سند پاکستان به 21 تن افزایش یافت. مقام های پاکستانی می گویند که این بارانها از چهارشنبه هفته پیش به این سو در بخشای از این ایالت ادامه دارند و تا کنون بیش از 1000 خانه نیز ویران شده اند. اعضای اتحادیه اروپا برای وضع تحریم های تازه بر حکومت سوریه به توافق رسیدند. بر بنیاد این توافق واردات نفت از سوریه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع قرار داده شد. در همین حال هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با انتقاد سخت از سرکوب معترضان در سوریه بر کنارگیری بشار الاسد از قدرت تاکید می‌ورزد. معمر القذافی از هوادارانش می‌خواهد تا در برابر حمله‌های شورشیان لیبیایی جنگ چریکی را آغاز نماید. معمر القذافی در یک نوار صوتی تازه به هوادارانش می‌گوید که مانع صدور نفت به خارج از لیبیا شوند و نبرد طولانی را در برابر شورشیان براندازند. در همین حال رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا می‌گوید که حکومت آینده این کشور بر بنیاد معیارهای دموکراتیک ایجاد خواهد شد. مصطفی عبدالجلیل از تصویب قانون اساسی تازه و برگزاری انتخابات در ریاست جمهوری تا 18 ماه دیگر در این کشور نیز خبر می‌دهند. این هم چند خبر اقتصادی. وزارت فواید عامه از کمک کنندگان می‌خواهد تا برای ساخت جاده گردن دیوال هرات کمک کنند. این وزارت میگوید این مسیر که حدود 13 ولایت مرکزی و شمالی کشور را از یک راه نزدیک به هرات وصل می کند، گذشته از رشد اقتصادی شمار از ولایت های دور افتاده ولایت های شرقی و شمالی کشور را با غرب وصل خواهد کرد. جا
جاده گردن دیوال هرات که در حال حاضر بررسی های فنی آن آغاز شده است، با درازی 705 کیلومتر از میدان شهر آغاز به منطقه گردن دیوال و دایکندی و از مرکز ولایت غور چخچران گذشته به ولایت هرات منتهی می شود و نیز شاخه دیگر آن به بامیان و پروان می رسد. وزارت فواید عامه می گوید جاده گردن دیوال هرات که به کابل نیز می رسد نسبت به مسیر کنونی کابل هرات 390 کیلومتر نزدیکتر خواهد بود. عظمی سرکی که پس در سرک اونای وصل میشه از طرف پل بنشوی ملا یعقوب به طرف گردندیوال چخچران میره، این شامل عظمی چی میشه؟ همی شاخه میشه که این شاخه را در بر میگیره. از سوی هم شمار از نمایندگان مجلس عملی شدن این پروژه را برای توسعه اقتصادی ولایت بامیان سودمند میدانند و بر عملی شدن بهترین پروژه تاکید میکنند. پیش بینی ما است که اگر در رابطه حکومت مرکزی با توجهی که جهان برای ساختن افغانستان مبذول می‌داره می‌ارزه که در هر سال 100 میلیون دلار در این راه خرج شود، اگر چنین کاری شود در مدت 6 سالی راه ساخته میشه. گفته نیست که در حال حاضر کار ساخت 40 کیلومتر جاده گردن دیوال چخچران از بودجه دولت و با هزینه بیش از 1.5 میلیارد افغانی آغاز شده است. وزارت احیا و انکشاف دهات از عملی شدن پروژه های خدمات هماهنگی در ولسوالی واشر ولایت هلمند خبر می دهد. این وزارت می گوید بر بنیاد یک برنامه تازه 15 پروژه را با کمک باشندگان محل در این ولسوالی تشخیص کرده است که به زودی عملی خواهند شد. پاکوری کارس ها و تهیه یا باشمیدنی، ساخت مراکز بهداشتی، ساخت بندهای آبگردان و ساختمان مکتب ها از پروژه های اند که تا چند روز دیگر در ولسوالی واشر ولایت هلمند در چارچوب برنامه همبستگی ملی عملی خواهند شد. اولم که دیمه کمیر تقریبا تر تنزرس پروژه پر تنزرس پروژه دو دی پا خوشتن او دیمیلو پیستن به آقای چیدی یا سل پینزر شراغانی پاقی که پر زرها و سلها و پروژه کرشت. از سوی باشندگان ولسوالی واشر با شکایت از وجود مشکلات فراوان در این ولسوالی، دولت را به بی‌پروایی در عملی شدن پروژه های خدمات همگانی متهم می کنند. ولسوالی واشر هلمند در 70 کیلومتری از مرکز این ولایت موقع دارد و پیش از این یکی از ولسوالی های ناامن هلمند به شمار می رفت. اما مسئولان این ولایت می گویند با انجام عملیات اخیر امنیت در این ولسوالی بهتر شده. با عرض سلام، این همچنان رویداده ورزشی. 18 در رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری جوانان آسیا از امروز با حضور ورزشکاران افغانستان در تایلند آغاز شدند. در رقابت‌ها با نمایندگی از افغانستان اسمت الله رستم‌خیل و محمد زمیر رستمی به حیث ورزشکار، یک مربی، یک داور و رئیس فدراسیون وزنه‌برداری حضور یافتند. این رقابت‌ها با حضور کشورهای قدرتمند آسیا در تایلند برگزار شدند و برای 10 روز ادامه خواهند داشت. گفته می شود این نخستین حضور ورزشکاران وزنه‌برداری افغانستان در رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری جوانان آسیا است. رقابت‌های فوتسال جام رمضان رسانه‌های افغانستان با قهرمانی تلویزیون تمدن پایان یافت. در دیدار نهایی رقابت‌ها تمدن در ضربات پنالتی 4-2 تلویزیون آریانا را شکست داد و به قهرمانی رسید. در دیدار رده‌بندی نیز دانشگاه آمریکایی 3-0 تلویزیون طلو را شکست داد و سوم شد. تلویزیون تمدن 4-2 آریانا را شکست داد و قهرمان شد. سپورت یک پدیده است که مردم را با هم یک جا می سازد و من امیدوارم که همین سپورت بتواند پیام آور سال در افغانستان باشد. بازی فوتبال است، برد و باخت داره، ما هم باختیم، قبول میکنیم که باختیم. روی ضربات پنالتی خودت میفهمی که ضربات پنالتی است، بالاخره باید یک تیم ببره دیگه. بازی فینال واقعا یک بازی بسیار خوب، حساس و یک بازی واقعا عالی بود. اصلا فکرش نمیکردم که بازی رقم باشه، بازی بسیار خوب بود، 3-3 بازی با پایان رسید، اما ضربات پنالتی تیم تمدن تونست که ببره. برگزاری همچون رقابت ها چی در عرصه فوتبال باشه، چی سایر رشته های ورزشی باشه، روابط بسیار نزدیک کسایی که در رسانه کار میکنن و به اصطلاح خبرنگارا هستن یا ژورنالیست ها هستن، روابطشون نزدیکتر میسازه، باعث تحکیم روابط دوستانهشون میشه. رقابت های فوتسال جام رمضان رسانه های افغانستان با حضور 12 تیم از رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری در تالار دانشگاه آمریکایی برگزار شده بودند و 4 هفته ادامه داشته. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان میکند. فردا کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان افتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 19. کندهار آسمان نیمه افتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 26.
جلال آباد آسمان نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 32 پایین‌ترین 24. و سرانجام در شهر ایراد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 29 پایین‌ترین 18. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. خدا نگهدار.